خشون بزرگ مهاجم در آستانه دویومین تحرز بر پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای چینل پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما بوده و چینل ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. گزارشنامه افغانستان در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. خشون بزرگ مهاجم در آستانه دویومین تحرز بر پنجشیر. هشدار از بمباران دویوم و پنجشیر و وسیله اردوی پاکستان. فاز دویوم جنگ در غیاب ستون پنجم داخلی صورت می گیرد. جبهه پنجشیر و اندرابها اگر از این آزمون پیروز به در آیند، طالب در پنجشیر تار و مار خواهد شد. کانال اطلاعاتی مقاومت ملی در کابل و حوزه پنجشیر خبر داده است که ده‌ها هزار تن از ملیشه‌های طالبان که ظرف 3 هفته اخیر از پاکستان به خاک افغانستان سرازیر شده اند، همه در محورهای جنگی پنجشیر جابجا شده اند و منتظر آخرین عملیات کارساز علیه نیروهای مقاومت ملی اند. مفرزه های خاین پنجشیری در موکب الغارچیان به حیث را بلد در حساس پایینی کوهستان اصلی نیز حاضر ساخته شده اند. منبع می گوید که جنرالان بازنشسته پاکستان در کابل نقشه حملیاتی را ترتیب داده و امکان بمباران هوایی، پیاده سازی، تکاوران به وسیله هواپیماها و اجرای ضربات پهبادی های هوشمند وجود دارد. قوای مقاومت ملی به اراضی بلدیت دارد و در گردنه‌های حاکم بر خطوط نبرد مستقرند. یک ناظر عملیاتی جبهه مقاومت می‌گوید که در صورت آغاز عملیات قوای مشترک طالبان و پاکستان پس از شکست اولیه مقاومتگران در چند هفته پیش، این نخستین بار است که مهاجمان با نیروهای تصفیه شده از خائنان داخلی مانند گل ایدر و جنرال جرأت دست و پنجه نرم خواهند کرد. این منبع با اطمینان خاطر نشان کرد که امکان تلفات نیروی مهاجم در صورت شکست بسیار سراسام آور و با قیمت از دست دادن همه فتوحات سبوتاژی در سراسر اردوی مرگ خواهد بود. در همین حال، خبرگزاری افق در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد. عمران خان می گوید امریکا دیر یا زود طالبان را به رسمیت می شناسد. عمران خان نخست وزیر پاکستان می گوید امریکا دیر یا زود طالبان را به رسمیت خواهد شناخت و باور او واشنگتن به چنین کاری مجبور خواهد شد. و گزارش روزنامه تریبیون پاکستان، عمران خان در بخش دیگری از مصاحبه خود با شبکه TRT ترکیه گفته است که کشورهای همسایه افغانستان در بار به رسمیت شناختن دولت طالبان یک استراتژی مشترک را روی دست گیرند. او گفته است هرج و مرج در افغانستان به طور مستقیم کشورهای منطقه را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین اگر همه همسایگان دور هم جمع شوند و یک سیاست مشترک اتخاذ کنند، تاثیر آن بیشتر از به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط پاکستان خواهد بود. عمران خان اظهار داشته که ترجیح‌ها این ایالات متحده، اروپا، روسیه و چین هستند که به
رسمیت شناختن دولت موقت طالبان در کابل از سوی آنان تحویل و تغییر ایجاد می کند. وی گفته است که سوال بزرگ این است که ایالات متحده چه زمان طالبان را به رسمیت می شناسد، در حالی که آنان دیر یا زود مجبور به این کار خواهند شد. نخست وزیر پاکستان با اشاره و نشست اخیر کنگره امریکا گفته است که امریکا از نتیجه بازگشت دوباره طالبان و قدرت کاملا شگفت زده شده اند. او گفته است اگر ایالات متحده ذخایر ارزی افغانستان را آزاد نکند و دولت افغانستان سقوط کند و این وضعیت آشفته‌ای در پی خواهد داشت که بزرگترین بازنده مردم افغانستان خواهند بود. بر اساس برآورده های سازمان ملل متحد تا سال آینده بیش از 95% مردم زیر خط فقر خواهند بود. بنابراین آنها امریکا باید رای حل ارائه دهند. منظور من این است که آنها باید دیر یا زود به فکر مردم افغانستان باشند. اگر این اتفاق نیفتد، من می ترسم در این بلا تکلیفی هر روز ما جمعیت افغان را از دست می دهیم. عمران خان افزوده است که با طالبان برای مشارکت اقوام در دولت مذاکرات انجام می شود. نخست وزیر پاکستان گفته یک دولت فراگیر افغانستان که ثبات در کشور را به ارمغان می آورد، او گفته است وقتی می گوییم دولت فراگیر، ما مجدداً قضاوت می کنیم. همه با هم گفتگو می کنند. حتی طالبان تشخیص می دهند که افغانستان یک گروه چند قومی است. پشتونها حدود 50% جمعیت را تشکیل می دهند. سپس اقلیت بزرگ تاجک وجود دارد. سپس ازبک ها و هزاره ها وجود دارند. طالبان در حال حاضر کابینه موقتی را تشکیل داده اند که اعضای آن طالب و عمدتاً از قوم پشتون هستند. ترکیب این کابینه انتقادهای گسترده ای را برانگیخت. با گذشت حدود 1.5 ماه از تسلط طالبان، تا کنون هیچ کشوری حاکمیت آنها را به رسمیت نشناخته است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و مددگارتان. اوقات خوش داشته باشید.